امروز براتون اصول نامه نگاری رو میگم که در امتحان B1 میتونین ازش استفاده کنین ولی خب در روزمره هم حتما به کارتون میاد. در اصل نامه‌ای که توی آلمان می نویسین باید 6 قسمت داشته باشه که الان براتون توضیح میدم ولی توی امتحان B1 یه ذره نظرا مختلفه. بعضیا میگن باید آدرس رو بنویسین، بعضیا میگن بعد ننویسین. ببینین که معلمتون چی بهتون میگه و اگر که احتیاجی ندارین قسمت آدرس رو میتونین کنار بذارین. ولی بعدن که نامه می نویسین حتما باید بنویسیدش. نامتون همیشه بعد یه بریف داشته باشه بریف سر نامه است که چند تا قسمت داره که اونا رو بعدا میگم این لایتونگ داره این لایتونگ یعنی مقدمه هاپتایل قسمت اصلی شلوس قسمت خاتمه و گروز فامل که اون سلامیه که آخر سر میدین و اون تشخیفت که امضاتون هست بریف شامل چهار تا پنج تا بخشه ابزند ادرسه آدرس فرستنده امفنگ ادرسه آدرس گیرنده وت ون مکان و تاریخ انقیده جوری که میخواید با کسی صحبت کنید مثلا خانم فلانی یا آقای فلانی و چیزی که اینجا ننوشتم بتخف هست بتخف برای نامه هایی که فامل نیستن رسمی نیستن احتیاج نیست فقط برای نامه های رسمی احتیاجه که اون معمولا یه شماره پرونده یا چیزی هستش که اونجا می نویسین برای اینکه کسی که نامتون رو می بینه اول از همه بتونه بدونه که در چه موردی این نامه هستش خب اول از همه بالای نامه سمت چپ آدرس فرستنده میاد که اسم آدرس خودتون رو می نویسین همین شکلی که من اینجا نوشتم آدرس توی آلمان نوشته میشه اول اسم کوچیک و اسم فامیلی نوشته میشه بعد خیابون و پلاک نوشته میشه و بعد کد پستی و شهر به این شکل سه خط پایین تر آدرس گیرنده نوشته میشه دقیقا به همون شکل بالا چند خط پایین تر حالا این که چند خط تو باید دوباره نگاه کنم دقیقش رو بهتون بگم شاید توی امتحان مهم باشه بعدا توی نامه کسی نمیاد خطاتون رو بشماره که ببینه چند تاست به همین الان تو ذهنم نیست ولی دو سه خط یه جوری که قشنگ به چشم بیاد نامه سمت راست شهر میاد و تاریخی که نامه رو دارین مینویسین بعد از اون اگر نامه رسمی باشه بتخف رو می نویسین که لازم نیست بنویسین بتخف دو نقطه فقط مثلا می نویسین اکتن بلا 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 شماره پرونده یا اینکه مثلا جواب نامه شما از تاریخ فلان و دو سه خط بعد از اون انقیده میاد انقیده جوریه که میخواین طرفتون رو خطاب کنین اگر نامه رسمی هستش همیشه نوشته میشه با زیگیت دمنوند هقن اگر اسم کسی رو که دارین نامه رو براش مینویسین میدونین باید بنویسین زگت خواب بلا 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 یا زیگیت هر بل بلو بلو ولی اگر نامه رسمی نیست و برای دوستتونه با لیبه انا لیبا پیتا جوری که دوستتون یا اون آدم رو خطاب میکنین یا حتی لیبا هرمولا مثلا اگر وکیلتونه یا دکترتونه بعد از انقیده همیشه یه کما میذارین و میاین پایین یه خط دو خط میایم پایین تر یعنی یک خط فاصله باید بینش یه ذره فاصله باشه و بعد می که م... م... یه مقدمه رو می نویسیم مثلا اگر که نام غیر رسمیه و برای دوستتونه امیدوارم که حالت خوب باشه ich hoffe dass es dir gut geht oder über اگر نامه رسمی هستش باید بنویسین که به چه دلیلی دارین نامه رو می نویسین مثلا .2020. .2020. قسمت اصلی یا هاب تایل بلندترین قسمت نامتونه و توی این کاملا توضیح میدین تمام چیزایی می که میخواین بنویسین رو توی این قسمت در اصل مینویسید یعنی موضوعی که به شما داده شده تو این قسمت کاملا باید بگنجونینش و هر چیزی که میدونین به هر جمله‌ای که در موردش بلدین و اینجا جا بدین مثلا همین قسمت غیر رسمی رو که بمونیم میتونین مثلا قسمت اصلی شروع بشه با اینکه شرد دستونی تو مایم گبوتس کام کارت بعد از اون مثلا میتونین شروع کنین بگین که فلانی و فلانی و فلانی بودن هر چیزی که مثلا در حالت عادی هم مینویسین دیگه یعنی در از چیز سختی نیستش قسمت شلوس یا قسمت پایان یک یا فوقش دو جمله کوتاه هستش که باید نشون بده که دیگه شما حرفتون تموم شده مثلا ich freue mich schon auf deine Antwort یا اینکه اگر نامه رسمی هستش über eine Antwort über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen و در انتها گروس فامل اون که آخر همه نامه ها توی آلمان همیشه میبینین میتفخاین کلیتین نوشته شده با سلام ها و با دروت های خیلی دوستانه که حتی اگه نامه اصلا هم دوستانه نبوده حتی یه موقع نامه شاید پر از تهدید باشه و اصلا دوستانه نباشه ولی خب آخرش یه میت فایند کلیسن می نویسن و تموم میشه ولی اگه نامه غیر رسمی هست و برای دوستاتون هست معمولا لیب گرویسه، فیل گرویسه، هرچلیش گرویسه، بست گرویسه یه همچین چیز رو می نویسن و در نهایت امضا که اسمتونه اگر نامه غیر رسمیه که فقط اسم کوچیکتون رو می نویسین. و اگر نامه رسمی هستش اسم کوچیک و اسم فامیلتون رو می نویسین. و اگر که نامه رو با کامپیوتر می نویسین و چاپ می کنین همیشه باید یک امضای دست خطی زیرش بنویسین امیدوارم که به دردتون بخوره و توی امتحانتون موفق باشید